سلام به روی ماهتون، حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم در خدمتتونم. من آناهیتا هستم و این هزار و یک شب ماست. داشتیم شب پنجم هزار و یک شب رو میخوندیم که رسیده بودیم به آخرای داستانی که اون شب داشت شهرزاد برای ملک تعریف میکرد. داستانمون رسید به اونجایی که حکیم رویان به ملک یونان گفت اگر تصمیمت قطعیه و میخوای منو بکشی، اجازه بده من برم وصیت کنم و یک کتاب اسرارآمیز دارم، اون کتاب رو برای تو بیارم. ملک یونان تعجب میکنه، میپرسه این چه جور کتابیه؟ حکیم رویان هم تعریف میکنه، میگه یه کتابه که اگر تو ازش 3 سطر رو بخونی بعد از اینکه سر من رو بریدی، این سر بریده با تو صحبت خواهد کرد. و حکیم رویان از ملک یونان اجازه میخواد که بره خونه و این رو بیاره به قصر و به پادشاه بده. ملک یونان هم تایید میکنه و اجازه میده بره. اگر قسمت های قبلی رو ندیدید، این لینک قسمت قبل هست و پلیلیست هزار و یک شب در کانال داخل قسمت پلیلیست یه پلیلیست خاص داره و شما میتونید برید تمام قسمت هزار و یک شب رو ببینید. اما این قسمت و بعد از این به قسمت قبلی تفاوتی داره. ما تا حالا از روی کتابی میخوندیم داستانها رو به نام هزار و یک شب، ترجمه از الف و لیلت و لیلت، جلد اول، انتشارات کلاله خاور که در تهران در سال 1315 این به انتشار رسیده بود. ما تا به حال از روی این کتاب میخوندیم. اما از اونجایی که این نثر هست و در واقع ترجمه است، من احساس میکنم بهتره که من اینو محاوره‌ای بگم که عین داستان تعریف کردن خودمون باشه دیگه، نه دیگه خوندن و اینها. چون به هر حال ترجمه با نثر اصلی فرق داره. مثلا اگر ما برای شاهنامه این کار رو نمی‌کنیم، به این دلیله که خود اثر یک اثر به شدت سنگین و ارزشمنده که اصلا شنیدنش گوش نوازه. اما خب برای هزار و یک شب اصل قضیه داستانه، روایتیه که ما خواهیم تعریفش کنیم. پس بریم تا این شروع جدید رو با هم داشته باشیم. ضمناً اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. خب و حالا ادامه داستان. ملک یونان به حکیم رویان اجازه داد که بره خونه و وصیت‌نامه بنویسه و اون کتابی رو که میگه برداره و بیاره برای این ملک. در نتیجه حکیم رویان با پاسبانی راهی خونش میشه و 2 روز در خانه خودش میمونه و بعد از 2 روز با کتاب و یک ظرف کوچیک میاد به پیشگاه ملک یونان. وقتی میرسه یه سینی میارن، از اون دارو میرزه تو سینی. بعد به ملک یونان میگه که وقتی سر من رو بریدن بگو دستور بده سرم رو بذارن توی این سینی که این محلول بخوره به جایی که سرم قطع شده و خونریزی سر بند بیاد. و بعد همونطوری که بهت یاد دادم کتاب رو باز کن و 3 سطر از این صفحه‌ای که میگم بخون و بعد هر سوالی که داشتی از من، از اون سر بریده من بپرس. ملک میگه خیلی خوب، کتاب رو بده ببینم. کتاب رو میگیره، بعد ورقه کتاب رو باز میکنه، میبینه که ورقه ها به هم چسبیدن. انگشتش رو با زبونش تر میکنه که ورق بزنه، اما هر چقدر سعی کرد بالاخره نهایتا 6 ورق تونست بزنه و بعد نگاه کرد و دید چیزی ننوشته. برگه های این کتاب سفیدن. وقتی دید برگه ها سفیدن به حکیم رویان میگه این گفتی چند تا از این سطرهای این کتاب رو بخونم که همش سفیده که. حکیم رویان بهش میگه ورق بزن، همچنان برو جلوتر هستش. این انگشت رو ترم کرده و ورق میزده، انگشت رو ترم کرده ورق میزده تا اینکه ناگهان میبینه حالش داره دگرگون میشه و یهویی حال بدی بهش دست میده و فریاد میزنه نگو حکیم رویان در اون کتاب، تو اون ورقه های کتاب یه زهر خاص ریخته که ملک رو به حالت مرگ بکشونه و سمی بوده اون کتاب که این هی بر انگوش میزده. این فریاد میزنه و بعد حکیم رویان وقتی حالش رو میبینه این شعر رو میخونه. حذر کن ز دود درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کنن. به هم بر مکن تا توانی دلی، که آهی جهانی به هم بر کنن. این شعر از سعدی هست و هنوز این شعر رو حکیم رویان به پایان نرسونده بود که ملک یونان میمیره.
خب ما الان توی داستان صیاد بودیم که رسیدیم به این داستان. این داستانی بود که صیاد داشت برای عفریت تعریف میکرد، برای اون دیوه تعریف میکرد. به اینجا که میرسه داستان، صیاد به اون عفریته که کردستش الان توی کوزه و نگهش داشته، درش روی با یه فلزی به نام روی بسته، صیاد برای عفریتی که تو کوزه است تعریف میکنه، میگه ببین اگه ملک یونان قصد کشتن حکیم رویان رو نمیکرد، خودش کشته نمیشد و تو هم که قصد کشتن منو کردی، به این دلیل که الان من میخوام بندازم دوباره توی دریا و دیگه یه کاری کنم هیچ کی تو رو پیدا نکنه، وگرنه درت آورده بودم دیگه، میتونستی با من خوب رفتار کنی، تو قصد کشتن منو کردی و حالا این سزای اون کاری که کردیه. چون قصه بدین جا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. خب توی این قسمت حکایت ملک یونان و حکیم رویان به پایان رسید، اما همچنان حکایت صیاد باقی مونده و در قسمت بعد که شب ششم از هزار و یک شب خواهد بود، ما ادامه داستان صیاد رو میخونیم با هم دیگه و ببینیم که تکلیف این دوتا بالاخره با هم چی میشه. خب دوستان، شب پنجم اینجا به پایان رسید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید، لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. برای من نظراتتون رو لطفاً کامنت کنید. من کامنت ها رو میخونم، انرژی میگیرم و حتما جواب میدم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار. مراقب خودتون باشید. بوس بری ماهتون. زندگی بود بکنم.